بسم الله الرحمن الرحیم هموطنان عزیز سلام علیکم در ابتدا درود میفرستم بر روان پاک همه شهدای افغانستان علل خصوص شهدای سال اخیر که چه در قالب مقاومت ملی اردوی ملی پلیس ملی امنیت ملی و شی مردم عزیزمون که جانهای خود را از دست دادن به خاطر عزت و آزادی افغانستان به روحشان درود میفرستم و به با بازماندگانشان صبر جمیل استدعا دارم فرارسیدن سال جدید را خدمت همه شما تبریک عرض می کنم امیدوار هستم که در سال جدید افغانستان شاهد یک سال پر از آرامش پر از صلح پیروزی، بهروزی و بالاتر از همه شاهد آزادی و عدالت باشه. پیش از هر صحبت پیامی دارم به خواهران عزیزم که امروز با هزار و یک امید در سال جدید به طرف مکتب رفتن اما متاسفانه بار دیگه با دروغ و تزویر برخورد کردند و با دروازه های بستن. را بدانید که شما پیروز هستید. تا وقتی که ای اراده و انگیزه و ای امید در قلب شما بر آموختن علم و دانش وجود داره هیچ گروه خودکامه و استبدادی توان استادن در مقابل شما را نداره و پیروزی از آن شماست مقامت و اراده شما استادگی و پایبندی شما و همچنین علاقمندی شما به آزادی علم و آموختن بر من و همسنگرانم مایه افتخار و غرور است و بیش از پیش بر ما و اراده ما را محکم تر می به استادگی و مبارزه به خاطر شما و به خاطر افغانستان سال گذشته برخلاف انتظار مردم افغانستان که امیدوار به داشتن یک سال خوب بودن متاسفانه سال بسیار بدی برای همه ما بود همه ما امیدوار به ختم جنگ و آمدن فضای صلح بودیم اما متاسفانه به دلایل مختلف از جمله عدم اراده درست طالب ها به ختم جنگ و ارادهشان به گرفتن قدرت از مسیر زور و از مجرای زور باعث از دست رفتن فرصت صلح شد مهاجرت میلیون ها هموطن ما از دست رفتن سرمایه های چون اردو پلیس قوای هوایی و بسا سرمایه های دیگه ما ساختار نظام و بسیار موارد دیگه همگی سال گذشته یک سال بسیار دردناک بر مردم ما ساخت طالبا برخلاف نیاز افغانستان و برخلاف تمام وعده هایی که به مردم افغانستان داده بودند و وعده هایی که به دنیا سپرده بودند که عفو عمومی قطع ارتباط با گروه های توریستی و بسا مسائل دیگه متاسفانه همه را زیر پای کردن و باعث شد که امید مردم بر آمدن یک فضای آرام و صلح از دست بره و همچنین تعقیب افسران و سربازان اردو پلیس و امنیت و ناپدید شدن و کشته شدنشان به عزت کردن مردم حریم خصوصیشان دخالت کردن و بسا موارد دیگه باعث شد که ماهای گذشته و سال گذشته یک سال تاریک برای مردم کشور ما باشه هموطنان عزیز متاسفانه ما همچنین شاهد ای بودیم که حریم خصوصی مردم ما شکسته میشه خانه ها بدون دلیل غصب میشه و مصادره میشه و همچنین تلاشی میشه بدون کدام محکمه و حکم و قضای آزادی بیان سلب شده آزادی از مردم گرفته شده اهل رسانه که قشر مهم جامعه ماستن به شیده ترین نوع متاسفانه سرکوب میشن و همچنین نیروی کدری توانمند ما به دلیل عدم موجودیت امید در کشور با آمدن فضای موجود کشور را ترک میکنن همه و همه باعث شده که چهره واقعی طالبها ها روز به روز بیشتر روشن شده. و همچنین تنها دستاوردی که به قول خودشان امنیت است و حرفشان نمیست که سال گذشته چه مقدار انسان کشته میشد امسال نمی شد متاسفانه مسبب امی مثلا خود طالبا بودند که در سالیان گذشته و دهه های گذشته باعث اصلی کشتار مردم بیگناه افغانستان از جمله زن و کودک و پیر و جوان افغانستان بود با درک تمام این مسائل و به خاطر ای که ما آغازگر جنگ نباشیم و فیصله علمای کشور لبیک گفته و جنگ را ختم ساختیم و جنگ خود را استاد ساختیم با امید ای که هیئت علما و هیئت مصالحه و مذاکره که ایجاد شد و بعض سیاسیونی که در رفت آمد بودند یک فرصتی را برای ایجاد صلح و آوردن صلح محیا بسازن و همچنین یک فرصتی ایجاد شود تا ما حرف خدا به طالبا برسانیم به ای که اونا را متوجهی مهم بسازیم که تا وقتی که خود را با نیاز امروز مردم ما تا وقتی که خود با افغانستان امروز و تا وقتی که مشروعیت از داخل مردم نگیرند مشروعیت بیرونی را هم گرفته نمیتانن. و مردم افغانستان اونا را نمی پذیره. برای که اونا را متوجه نیاز امروز افغانستان بسازیم صحبت های مفصلی هم هیئت علما امرایشان داشت و همچنین هیئت تیم مذاکره ما اما متاسفانه طالب ها حرفشان جز دو مسئله به ما چیز دیگری نبود یک تسلیمی و دوم بیعت حاضر به شنیدن راحل هایی که مشکل افغانستان را به شکل اساسی حل بکنه مکانیزمی که همه بتانیم با همدیگه زندگی بکنیم و یک فضای صلح ایجاد شود متاسفانه برشان وجود نداشت در طول این مدت تلاش های گوناگونی که انجام شد ما حرف خود را به شکل واضح به اونا رساندیم. که افغانستان نیازمند یک حکومتی است که برآمده از اراده مردم افغانستان باشه، و نظام است که مشروعیتش از مردمش گرفته باشه نه بیرون لحاظا به این امر نیاز به یک مکانیزم داریم که همگی شامل باشن و مردم افغانستان قبول کنه و نظام حکومت بیایه که برآمده از اراده مردم افغانستان باشه اما متاسفانه با تمام تلاشایی که انجام دادیم اونا این مسئله را نپذیرفتن و حرفشان به ادامه جنگ بود این بود که جنگ بالای ما تحمیل شد و جبهه مقاومت ملی افغانستان با کمک الله و حمایت مردم در جغرافیای افغانستان شکل گرفت. اطمینان دارم که با کمک خداوند و حمایت مردم ما و فرزندان صدیق شما که امروز مبارزه خود را ادامه میتن تا آخرین لحظه به خاطر افغانستان آباد، آزاد و مستقل در مقابل هر نوع اشغال و استبداد می و مبارزه میکنن مقاومت مردم در سطوح مختلف شکل گرفت چه در داخل افغانستان و چه در خارج از افغانستان که واقعا ما ممنون و سپاسگزار تمامی ایستادگی و حمایت مردم خود چه در داخل افغانستان و چه در بیرون هستیم علال خصوص خواهران عزیز ما که قلب تپنده آزادی خواهی و مقاومت امروز مردم افغانستان هستند که متاسفانه امروز از اولیترین حقوق خود متاسفانه که باز مانده در کنارشان و در کنار خواهران خود به خاطر حقوقشان به خاطر عزت سرزمین ما به خاطر آزادی کشور ما و به خاطر برقراری یک نظام عدالت محور که همه ما چون شهروندان با حقوق مساوی در کنار هم بتانیم زندگی بکنیم استاد هستیم و انشالله این مسیر ادامه می دهیم گروه های دیگری نیز در این مدت قد علم کردن و به استبداد نگفتن و به افغانستان آزاد و مستقل تلاش داره که ما ضمن استقبال از تلاش اونا اعلان حمایت کرده و هماهنگی و اتحاد تمام مردم افغانستان را نیاز اساسی پیروزی مردم افغانستان بر استبداد و تاریکی میدانیم نیروهای قهرمان امنیتی افغانستان فرزندان دلیر و صدیق کشور شمایی که در قالب اردو پلیس و امنیت و افغانستان خدمت می که امروز متاسفانه در هر کوچه و خیابان به دنبالتان می گردن، و هر روز یکی از شما را بی رحمانه به شهادت می رسانه. به شما خیانت شد و توطئه بزرگ باعث سقوط افغانستان شد و این بحران و از رفتن تمام دستاوردها و زحمت هایی بود که شما عزیزان و شما نیروهای امنیتی با خون خود از او پاسداری میکردیم شما پاسداران واقعی آزادی و استقلال افغانستان هستید ضمن تقبیه جنایات بشری و جنایت جنگی طالب که علیه شما و علیه افغانستان روا داشتند از همه شما اعلان حمایت کرده و احیای دوباره زرفیت های امنیتی افغانستان که شما خدمت میکردین را یک نیاز و اصل به افغانستان امروز و فردا میدانیم و در این راستا کوشش خود را میکنیم تا هرچه سریعتر این زرفیت ها دوباره احیا شوند انشاءالله و تا روزی که طالبا حاضر به قبول یک پروسه که در نتیجه و حکومت برآمد از رأی مردم و اراده مردم افغانستان و مکانیزمی که قابل قبول به همه باشه و توکل خدا مبارزه و مقاومت ما و شما ادامه دارد ما در این مدت ضمن انسجام نیروهای مقاومتگر ما به دنبال انسجام سیاسی احزاب شخصیت ها های مختلف و افراد صادق به افغانستان نیز بوده کوشش ما انسجام تمام ای ها و گروه ها بر پیدا شدن به یک راه حل درست و منطقی به مشکل امروز افغانستان است و امیدوار هستیم که با تلاشا راه حل سیاسی نیز به مشکلات افغانستان پیدا بشه افغانستان خانه مشترک همه ماست و باید همه به خاطر حل ای بحران مشترک تلاش بکنیم هموطنان عزیز ما فرزندان مقاومتگر شما در سختترین شرایط قرار دارند چه اگر در کوهپایه‌های های هندوکش در برف ها قرار دارند و چه اگر در دشت های سوزان هلمند قدم می زنن. همه اینها این ها ای زحمت ها را قبول دارند و حاضر هستند بدون امکانات به خاطر عزت افغانستان و آزادی افغانستان تلاش بکنند اما از شما خازهانه یک خواهش دارد اتحاد و استادگی شما شرط و لازمه پیروزی مقاومتگرا و آزادی افغانستان است ما به افغانستان مستقل، آزاد و عدالت محور باور داریم که همه ما از تمام اقوام و گروه ها مصاحب و با و زبانهای مختلف بتانیم با حقوق شهروندی برابر در کنار هم در صلح و آرامش زندگی بکنیم ما به هیچ عنوان بار دیگر تکرار میکنم ما به هیچ عنوان برخوردهای قومی تبعیز جنسیتی اختلافات مذهبی و اختلافات دیگر را به هیچ عنوان نمیپذیریم و هر فرد و گروهی که در پی این مسائل باشه به هیچ عنوان مربوط ما و جبهه مقاومت ملی افغانستان نمی باشه جبهه مقاومت ملی افغانستان باور به تمامیت ارضی افغانستان داره و مربوط همه مردم افغانستان است اما قسمی که ما گروه طالبان به هیچ عنوان نماینده یک قوم خاص و به هیچ عنوان نماینده دین اسلام که دین مردم افغانستان است نمیدانیم علمای کرام و بزرگوار کشور شما شاهدی این بودین که هر باری که علما فیصله نمودن ما به فیصله علما لبای گفته و همیشه از تصمیمشان حمایت کردیم و خواهد کردیم اما در عین حال شما شاهدی ای هستین که در طول ماهای گذشته از نام دین استفاده ابزاری صورت گرفته و متاسفانه چه مصیبت هایی که بالای مردم ما به نام دین روا نداشتند از زندان کردن ها و بازداشت ها تا قتل ها و کشتار ها بدون محکمه بدون قضا تا دستگیری بانوان و دخترها که ناموس سرزمین ما هستند توسط طالب ها شباهنگان به خانه های مردم رفتن مردم بیگناه را تلاشی و بازداشت کردن خانه هایشان چور و نابود کردن تمام این مسائل زیر نام دین طبعات سنگی میخواد داشت سکوت در برابر این اعمال باعث ناامید شدن مردم از دین و ناامید شدن از برقراری یک نظام واقعی اسلامی است که به خاطرش مردم مسلمان افغانستان ده هاست مبارزه کنند، زحمت میکشن و شهید میده. مثال های زیادی وجود داره که استفاده ابزاری بر حکومت کردن و تدبیق سیاست ها باعث دوری مردم از اصل دین شده و باعث ناامید شدن مردم در دنیا بر تدبیق یک حکومت واقعی اسلامی شده. پس تقاضای از علمای کشور این است که در مقابل چنین جنایات و در مقابل چنین استفاده های سو از دین و استفاده ابزاری از دین سکوت نکنند تا سب و روز پیش خدا و پیش شهدا مسئول نباشه علمای کرام ای چه نوع دین و چه نوع آین و چه نوع فرهنگ است اگر خود را واقعا پیروی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم میدانند آن حضرت را وقتی که مهاجرت کرد از مکه به مدینه مسلمان و غیر مسلمان به استقبال استاد شد با دف و شادی از او استقبال کردند و صدای تل البدر علینا را به خاطر او خواندند اما در این طرف هموطنا و مسلمانا از ترس و از نگرانی فرار میکنن میکوچن میلیون ها نفر آواره میشه و حاضر هستند از تیارها ها عویزان شون و از مترها به زمین بیفتن اما حاضر نیستن زیر ای چتر زندگی بکنن و با ای قسم نوع حکومت و نوع سیاست پیش برن خود قضاوت بکنیم آیا ای شیوه محمد مصطفی است؟ ای شیوه دین است؟ اگر نیست امروز باید صدای خود بلند بکنیم امروز باید در کنار مردم خود قرار بگیریم تا خدای اینا آرمان شهدا آرمان مردم ما بر تطبیق یک حکومت واقعی اسلامی اعتدالی که آرزوی ما و هدف ماست انشالله نائل بیاییم ما شاهد این هم هستیم که برخلاف وعده طالبا به قطع همکاری با گروه های تروریستی نه تنها ای اتفاق نیفتاد بلکه امروز افغانستان کشور عزیز ما خانه امن دوباره به تروریست های جهانی تبدیل شده ما اطلاعات دقیق و گزارش های دقیق داریم که در پرتوی حمایت طالب گروه های تروریستی چون القاعده مراکز آموزشی خود را گسترش سربازگیری خود را بیشتر و همچنین فعالیت های خود را گسترده ساختند و تبدیل شدن افغانستان به همچنین یک پایگاه امن و خطر جدی به منطقه خطر جدی به دنیا داره و خواست ما از منطقه و دنیا توجه جدی به وضع افغانستان است حل مشکل افغانستان از مسیر سیاسی و یا مبارزه در مقابل تروریسم باعث پیروزی مردم افغانستان و جلوگیری از رشد تروریسم به منطقه و دنیا خواهد شد باور ما است که در افغانستان یک حکومت فراگیر برآمده از رأی مردم و اراده مردم افغانستان که پاسخگو به مردم افغانستان و به جامعه جهانی باشه باعث جلوگیری از افراطیت و همچنین رشد تروریسم خواهد شد در غیر این صورت ما شاهدی بودیم که وعده های توخالی و پوچ و پوشالی بل مبنی بر ای که رابطه ها با گروه های توریستی قطع می باشه کاملا دروغ نیرنگ و رفریبی بیش نیست پس به خاطر ای که وطن عزیز ما کشور عزیز ما افغانستان خالی و عاری از هر گونه فعالیت توریستی باشه همکاری منطقه و همکاری جهان استوار بر نیاز مردم افغانستان و خواست مردم افغانستان یک اصل است از نهادهای جهانی و همچنین از نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل متحد می که سازکار گزارشدهی و نظارت از وضعیت حقوق بشری در افغانستان را تقویت بکنه و اقدامات عملی را به خاطر پاسخگویی طالبا در قبال بازداشت های غیر شکنجه و کشتار که نمونه های آشکار جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی است و طالبا مرتکبی جرایم شدن را روی دست بگیرند. همچنان خواستار رسیدگی جدی به این قضایا از سوی دادگاه جنایی بین المللی است در قدنامه جداگانه پیش سقوط کابل که سوی شورای امنیت و مجموع عمومی ملل متحد به تصویب رسیده بود تاکید شده که جهان و سازمان ملل متحد از بازگشت امارت خود خانده حمایت نمی کن. خواست ما از تمام اعضای سازمان و مللی است که به این تعهد پایبند بوده و مردم افغانستان در راه رسیدن به یک نظام مردم سالار پاسخگو و متکثر حمایت بکنند و کمک بکنند تا افغانستان شاهد یک نظامی باشه که هم با خود بتانیم زندگی بکنیم هم با دنیای بودیم خواهران و برادران عزیز سرزمینم بر نجات افغانستان ای کشور آبایی و اجدادی ما و ای خانه زیبای مشترک ما از ای گرداب مرگ و زندگی از گوشه گوشه افغانستان از تمام اقوام افغانستان و از تمام مردم با عزت سرزمین ما خواهشمند استم که متحد و یکجا استاد شوند و کشور خود را نجات بدن نجات افغانستان فقط و فقط توسط همه ما صورت میگیره و مقاومت مربوط تک تک مردم افغانستان از هر گوشه ای سرزمین است دشمن به دنبال گستراندن دام اختلاف است میخواه با ایجاد اختلافات حکومت خود را و باور خود را بالای مردم افغانستان بقبولانه و دنیا بنابر منافع خود فقط به دنبال این هستند که مردم افغانستان حداقل اجازه نفس کشیدن داشته باشه باور ما است که ما مردم افغانستان شایسته زندگی بالاتر از تنها اجازه نفس کشیدن و یا رفتن تا مکتب هستیم ما شایسته داشتن یک زندگی انسانی حکومت انسانی و جامعه انسانی هستیم ما شایسته داشتن یک زندگی هستیم که تحقیر نشه ما شایسته یک زندگی هستیم که حق ما در دنیا مشخص باشه و شایسته یک دولتی هستیم که بتانیم هم با خود زندگی بکنیم هم با دنیا متاسفانه به دلیل توتعه ها خیانت ها و بسا مسائل دیگه و بدون شک اختلافات ما وزیر کشور ما به این نقطه رسیده پس امروز ای به ما و شماست که چطور کشور خود را از این موزل نجات میتیم قدم اول اتحاد و انسجام است فرزندان صدیقتان در سختترین شرایط مبارزه می کنند و اما آرزویشان افغانستان آزاد، آباد، مستقل و یک دست است بازم سال نو خدمت شما تبریک میگم و از خداوند منان آرزوی پیروزی و بهروزی به همه شما و آرزوی آزادی و استقلال و آبادی را به کشور عزیز ما افغانستان دارم سال نو مبارک